لذا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علیجانی خوش اومدین به امروز. چه نقشی داشتن کارگزاران و حامیان فتوای روح الله خمینی در خصوص قتل سلمان رشدی برای اینکه این فتوا باقی بمونه در طول این سالها و امروز دیروز شاهد باشیم که حمله به سلمان رشدی رخ بده؟ چرا هیچ کدوم از اینها تو این سالها اعلام براءت نکردن از این فتوا؟ با سلام. فتوای ضد انسانی آقای خمینی جنبه های هم دینی و هم سیاسی داره، ولی یک مسئله مهم این هست که 34 سال از این ماجرا میگذره و اتفاق و سوءقصد وحشیانی که دیروز اتفاق افتاد و هر وجدان انسانی باید اون رو محکوم بکنه خیلی مشکوک هست. به نظر من ریشه های سیاسی داره، ولی از انگیزه های دینی هم سوء استفاده شده باشه و سرنخش به احتمال زیاد به تهران برمیگرده، حالا یا عناصر افراطی که ضد برجام هستن و یا حتی نفوذی ها. اما در این سالیان به حال اتفاقای دیگری هم افتاده، قتل های زنجیری و امثال هم، و کسانی هم که اون موقع شیفته آقای خمینی بودن در این نقطه چین، حالا از تهران تا لندن، حالا چه در حرف چه در عمل، تغییرات یا نقاط جدیدی رو که بهش رسیدن نمایش دادن که همچنان چاپلوس قدرتن یا نقاد قدرتن. البته بین این فتوای ضد انسانی و دفاع از آزادی باید انتخاب بکنند. حالا شرایط فردی، مصلحت اندیشی ها یا شرایط امنیتی اجازه بده باید موضع بگیرن، ولی در عمل هم در این فاصله به هر حال نشون داده شده که هر کی الان در کجا ایستاده. ولی شما جنبه‌های سیاسی مسئله زیاد صحبت شده، اجازه بدید من به یک جنبه مذهبیش هم بپردازم. در سال 1989، یعنی در همون زمان که آقای خمینی این فتوا رو داد، برخی جمعی از مسلمان ها تو لندن تو انگلیس، در حالی که آقای سلمان رشدی هم در دسترسشون بود، به جای اینکه به سخن وحشیانه آقای خمینی گوش کنن، رفتن در دستگاه قضایی شکایت کردن و گفتن اون قانون کفرگویی که در رویه قضایی انگلیس هست برای آقای سلمان رشدی هم اجرا بشه و مجازات بشه. کمیته منتخب مجلس اعیان بریتانیا گفت که این مقدسات، منظور مقدسات دین مسیحیته. از اونجا به بعد دو تا گرایش به وجود اومد. یک گرایش گفت که ما بیایم به مقدسات دیگر ادیان هم توسعه بدیم. یک گرایشی که قوی تر بود گفت ما اصلا بیایم کل این قانون رو برداریم، و این گرایش پیروز شد. من همینجا یادآوری بکنم، جمعی نواندیشان دینی ایرانی هم در 13 تیر 98 عین همین موضع رو گرفتن. حالا یه مسئله مشابهی بود راجع به سب و نبی و قتل مشکوک یک زندانی جوان تو زندان. این نوع اندیشان دینی هم گفتن قانون توهین به مقدسات در قوانین جمهوری اسلامی باید کلن حذف بشه و این خلاف حقوق بنیادی آدمیان از جمله آزادی بیان هست. حالا حتی در برخی مراجع سنتی مثل آقای سید محمد سعید حکیم هم الان این فتواهای مشابهی دادن. بنابراین اون فهم آقای خمینی یه نوع وحشیگری است که در اقلیت الان حتی در بین خیلی از مسلمان ها، بگذاریم از بین نوع اندیشان دینی مثل آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که میگه اسلام مگه گروه مافیاییه که اگه کسی واردش شد نمیتونه خارج بشه. آقای علیجانی خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که از مذاکره کننده های برجام این پیام اومده که این اقدامات داره انجام میشه که برجام به نتیجه نرسه. نظر شما رو میخواستم بدونم خیلی کوتاه. فکر منم تا حدودی این سوء ظن رو دارم. برخی قتل ها و برخی قتل نمایی ها، چون سردمداران جمهوری اسلامی هم میدونن اگر یک تبعی آمریکا رو بکشن مثل جان بولتون چه پیامدهایی برای خودشون داره. ما در زندان یک کلمه‌ای داشتیم میگفتیم فعال نمایی. حالا اینا قتل نمایی میکنن، آدم ربایی نمایی میکنن برای اینکه تولید ارعاب بکنن. بنابراین من فکر میکنم این هم یه مدار ریشه سیاسی داره از طرف افراطیون مخالف برجام و یا نفوذی هایی که مخالف برجامن. اما من ترجیح میدم سطح ماجرا رو که سطح سیاسی و مهمتریش تنزل ندیم به تسویه حسابای سیاسی، چنگ کشیدن به روی همدیگری که باید در یک صف بزرگتری در برابر یک هیولایی به اسم استبداد دینی همسو عمل بکنیم. ممنون از توضیحات شما. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس.